استفاده از میانبرهای صفحه کلید برای سازماندهی و اجرای برخی از برنامه ها و اپ ها در این بخش از آموزش ویندوز می میخوایم با چند تا از میانبرهای کاربردی صفحه کلید آشنا بشیم تا بتونیم با استفاده از اونها در محیط ویندوز به خوبی و راحتی کار بکنیم در اینجا وارد تکست میشم و یک دسکتاپ جدیدی رو تعریف میکنم و وارد این دسکتاپ میشم و یک سری برنامه رو در اینجا من اجرا میکنم برای مثال نوتپد برنامه پینت و برنامه دیگه برای مثال در اینجا من ورد رو انتخاب میکنم و میخوام برای من باز بشه به این صورت به این ترتیب من در دسکتاپ شماره دو چند تا برنامه باز دارم مجددا وارد تصویر میشم اگر بخوام بین دسکتاپ ها من جابجایی داشته باشم به دو طریق میتونم این کار رو انجام بدم یکی اینکه با استفاده از موس خودم وارد دسکتاپ شماره یک بشم و وارد این محیط بشم روش دیگه که وجود داره اینه که کلید کنترل و ویندو و کلیدهای جهت نمای چپ و راست رو با هم نگه داریم تا بین دسکتاپ ها جابجا جا بشیم همطور که میبینیم وقتی که من کلید کنترل و کلید ویندوز رو از صفحه کلید و همچنین کلید جهت نمای چپ و راست رو فشار میدم بین دسکتاپ ها به این صورت جابجا جا میشن و هر دسکتاپی که مد نظرم بود رو انتخاب میکنم و در اون قرار میگیرم در دسکتاپ شماره دو همطور که در اینجا میبینیم چند برنامه بازه و به صورت نامرتب قرار گرفته اگر ما بخوایم اونها رو مرتب کنیم گاهی اوقات به صورت دستی برای مثال به این صورت اونها رو در مکانهای مختلف قرار میدیم و از اونها استفاده میکنیم اما اگر بخوایم با استفاده از کلیدهای میانبر بین این برنامه ها حرکت کنیم به چند طریق میتونیم این کار رو انجام بدیم کلیت های ترکیبی تب همچنان برای رفتن به برنامه های مختلف در دستاب وجود داره آلت و تب رو قرار میدم و از این طریق میتونم با استفاده از کلیدهای های جهدنما به هر برنامه که مد نظرم هست برم و اون رو انتخاب بکنم در اینجا روش دیگه که من میتونم این پنجره ها رو به صورت مرتب نگه دارم به این صورت هستش که میام از کلید ویندوز در صفحه کلید استفاده میکنم و اون رو پایین نگه میدارم در اینجا برنامه ورد رو برای مثال من میخوام در سمت چپ قرار بگیره برای برنامه ورد کلیک میکنم تا به ساعت انتخاب شده برای من نمایش داده بشه کلید ویندوز از صفحه کلید رو پایین نگه میدارم و دکمه سمت راست یا جهت نمای سمت راست رو میزنم و به این ترتیب در سمت راست برای من ورد قرار میگیره اگر بخوام برنامه پینت برای ما در سمت چپ قرار بگیره بر روی اون کلیک میکنم و به صورت فعال در میرم و به این ترتیب برای ما در صفحه در سمت چپ قرار میگیره یا میتونم به همین شیوه که در مورد ورد اعمال کردم کلید ویندوز رو پایین نگه دارم و کلیک سمت چپ یعنی پیکان سمت چپ از صفحه کلید رو نگه دارم تا در این قسمت برای من قرار بگیره اما اگر بخوام تمامی برنامه هایی که در اینجا من دارم استفاده میکنم تماما در صفحه من نمایش داده بشه و از اونها استفاده کنم به چه شکل میتونم عمل کنم آلتو Tab رو کلیک میکنم و برنامه نوتپد رو هم می میکنم در اینجا من میخوام برنامه نوتپد در پایین برنامه ورد قرار بگیره به چه شکل عمل میکنم کلید ویندوز از صفحه کلید رو پایین نگه میدارم و همزمان کلیدهای جهت نمای راست و پایین رو فشار میدم و به این ترتیب میبینیم که در اینجا برای ما نوتپد قرار میگیره و همطور که میبینیم در اینجا نوتپد در پایین ورد قرار میگیره و اگر هم چهار تا برنامه برای ما فعال باشه میتونیم به همین شیوه عمل کنیم و فقط کافیه که از دکمه ویندو و کلیدهای های جهت جهت قرار گرفتن و تنظیم این موارد استفاده کنیم و اونها در جاهای مختلف که مد نظرم هست قرار بدیم و از اونها استفاده بکنیم به این ترتیب در این بخش هم با نحوه مدیریت فایل ها و چیدمان اونها آشنا شدیم و دیدیم که با استفاده از برخی از کیبوردهای های میانبر میتونیم برنامه هایی که باز هست رو مدیریت کنیم و اونها رو در یک صفحه داشته باشیم